سلام دوستان گرامی، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. دوستان امروز درباره روش یا متد مولر میخوایم با هم کار کنیم که یک روش خیلی خوب جا افتاده است و یک کم فرقش با گلاوین و متریکیست که یک کم مشکل تر است، ولی در عوض الگوی خوبی برای ما میده، تنخور خوب در نتیجه کار داره، فرمول بندی داره، یادگیریش یک کم سخت است که باید وقت بیشتر برین تا یاد بگیرن. ما در این جلسه میخوایم محاسبات و یا اندازه گیری های مولر رو براتون یاد بدم، بعد همونطور الگوی اولی بالاتنه پیش و پشت شه و آسین شه. بعد شما تمام اینا رو که یاد گرفتین باز میریم انشالله چیگونه این رو تبدیل به لباس عروس یا لباس مجلسی یا کت یا بقیه چیزا تبدیلش بکنیم یا شومیز. امروز در این جلسه فقط محاسبات هست که شما باید کلم خواهز آماده کنن و فرق اندازه گیری های مولر ایست که با دیگه متدا که شما فقط 4 تا اندازه بیشتر لازم ندارن از روی بدن فرد بگیرن. یکی از این اندازه ها که با تمام متدا دیگه فرق داره تمام قد است، یعنی شما کل قد بگیرین به صورتی که فرد یا شخصی که میخواین اندازه بگیرین باید در مقابل دیوار ایستاد شوه و شما با خطکش گونیا از قسمت فرق سر تا قسمت کف پایش که روی زمین قرار داره باید تمام قد بگیرین. یک اندازه است و 3 تا اندازه دیگه که در تمام متدهای دیگه استفاده میشه که دور سینه است، دور کمر است و دور باسن. شما از اینا استفاده میکنن، اندازه را میگیرن، بعد بر اساس همین 4 تا اندازه تمام اندازه دیگه مثل پشت یقه، کارور پشت، کارور پیش، کف حلقه، خط کمر، خط باسن، تمام اندازه دیگه که لازم داریم توسط همین 4 اندازه به دست میاد که این فرمولا رو شما تو یاد نگیرین نمیتونن الگو در بیارن. باید قبل از اینکه شما الگو رو بکشین باید روی یک صفحه کاغذ اندازه 4 تا اندازه رو یادداشت بکنین و به این ترتیبی که من میگم اندازه‌ای که توسط 4 تا اندازه محاسبه میشه شما میتونن اندازه‌ای بعدی رو به دست بیارن. شما میرین مثلا دور سینه را اگه 92 تا، من سایز 40 امروز براتون در نظر میگیرم، شما اگه دور سینه سایز 40 90 تا 92 تا هست شما این 92 را یک بار یک دوم شو به دست میارین، یک بار یک چهارم شو به دست میارین، یک بار یک هشتم شه و یک بارم یک دهم شه، یک بارم یک بیستم شه. شما این را بالای کاغذ یاد داشته باشین که این در مرور براتون استفاده میشه که من میگم که یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک دهم، یک بیستم کجا با استفاده میشه که من به خاطر که خوبتر شما متوجه شوین چیگونه فرمول به دست میاد. دوستای عزیز قسمت پشت یقه که شما میبینین از اینجا تا به اینجا خب یک فرمول داره که فرمولش هست دور سینه که 92 تا هستک 92 رو تقسیم 20 میکنه به اضافه 2 از اینجا تا به این قسمت پشت یقه به دست میاد که شما این اندازه پهنا و یا بزرگی پشت یقه میباشه و اندازه بعدی که شما عزیزان لازم دارین خط کف حلقه است که از اینجا تا اینجا این رو باید چیگونه به دست بیاریم. خط کف حلقه یا سینه شما باید دوستا یک دهم دور سینه، یک دهم دور سینه و اضافه ده و نیم که میگیرین خط کف حلقه به دست میاد دوستا. بعد خط بعدی که خط کمر است، خط کمر از تمام خط، این تمام خط فقط یک جای کاربرد داره که برای خط پشت کار است، خط کمر که شما از این خط تا اینجا چیگونه به دست میارین
از فرد میخواین که بغل دیوار ایستاد چه در اول مرتن توضیح دادم خطکش گونه نداره یک کتاب روی سرش قرار میتن از فرق سر تا روی کف زمین اندازه میگیرن تقسیمش چهار میکنن بعد یک چهارمش که به دست آمد منهای یک میکنن خط کمر پشت تشکیل میشه و فرمول بعدی دیگه که لازم داره از قسمت خط کمر تا خط باسن چگونه با دست میاد دوستا اینجا شما فرمول دیگه با دست نمیارین شما هر چقدر که برای خط کف حلقه آسین گرفته بودین همین اندازه را میارین اینجا تشکیل میتین شما اگر فرمول اینجا مثلا 92 تقسیم 10 شبه میشه 92 و اضافه 10.5 ثابت که نتیجهش میشه 19.7 میل 19.7 کف خط حلقه تناسک پس خط باسن تا از خط کمر تا باسن بزرگ میشه 19.7 میل و قد کمر از خط شروع تا کمرم که مثلا قد اگر 164 باشه تقسیم 4ش میکنیم میشه 41 سان 41 منهای 1 میشه 40 سان پس از اینجا تا اینجا 40 سان میگیریم پس خطای اصلی که روی کاراستک برای ما مته که خط کف حلقه است خط کمر است و خط باسن بزرگ ما اندازه دیگه که لازم داریم خط کارور است که شما باید کارور از اینجا تا اینجا چگونه باید دست میارین شما دوباره از یک دهمه از یک هشتمه ببخشین قسمت کارور یک هشتم استفاده میشه یک هشتم دور سینه به اضافه 5.5 شما اگه 92 که دور سینه ما سخت تقسیم بر 8 بکنیم میشه 11.5 11.5 به اضافه 5.5 میشه 17 سان 17 سان از اینجا علامت میزنن یه میشه خط کارورتان و خط اندازه دیگه که لازم دارین که باید دست بیه قسمت بزرگی کف حلقه است بزرگی کف حلقه دوستو از این قسمت کارور تا به اینجا شروع میشه و این قسمت پیش هم اینجا میشه خب بزرگی یا پهنای کف حلقه شما یک هشتم دور سینه رو میگیره دوستا یک هشتم دور سینه رو میگیره هر چقدر که شد تقسیم منهای 1.5 میکنه دوستا یک هشتم دور سینه منهای 1.5 میکنه هر چقدر به دست آمد مثلا 92 تقسیم 8 میشه 11.5 11.5 اگه شما 1.5 ازش کم کنین 10 سان میمونه این 10 سان اگه شما تقسیم 3 بکنین میشه 3.3 میل دو قسمتش برای قسمت پشت میگیرن از کارور تا به اینجا و یک قسمتش برای قسمت پیش میگیرن که 3.3 میل و 1 میل هم روی پیش اضافه میکنن 3.4 میل میشه که اینجا استفاده میکنن پس فرمولش میشه 1/8 دور سینه منهای 1.5 نتیجه رو تقسیم 3 میکنن 2/3 برای پشت استفاده میشه 1/3 برای پیش و قسمت قبل از اینکه قسمت پیش بره پشت ما کاملا براتون توضیح میدم خب اینجا که خود دور سینه با دست علامت زده میشه چون 2/3 میشه بزرگ کف حلقه رو گرفتیم در قسمت خط کمر اندازه شما 1/4 دور کمر رو میگیرین و اضافه 3 سانتی که ساسون داره و من روی قسمت خط باستن دوستا 1/4 دور باستن هم شما میگیرین و اضافه نمیکنه خودش میگیره پشت تقریبا اندازه و فرمولایی که براتون میتونم تمام شد ببینید در قسمت پیش کار دوستا شما از زمانی که میخواییم پیش کار رسم بکنه خب از یک سیوم که اندازه زدین اینجا یک سیوم بزرگی کف حلقه را علامت زده یک فاصله باید بین دو تا الگویتان قرار بتن الگو با هم دیگه نچست باید فاصله میتونه شما 10 سان بگیرین بعد دوباره از اینجا شما 3 سانت و 3 میله که گرفتین دوباره از اینجا تا به اینجا شما اندازه
کارو رو پیش کار میگیره، این کارو رو پیش فرمولش با پشت کار فرق میکنه، کارو رو پیش فرمول کارو رو پیش یک چهارم دور سینه من های چهار سان میباشه که شما مثلا دور سینه 92 تقسیم 4 میکنه میشه 23، 23 منهای 4 میشه. از اینجا تا به اینجا علامت میزنن که خط میکشن، کارور پیش به دست میه. و اندازه دیگه که شما لازم دارین، خب تمام این خط ها که برای پیش و پشت یک است، خط کف حلقه آسین، خط کمر و خط باسن. فقط فرقش در قسمت پیش کار که شما بلندی کمر چگونه به دست میارین، شما از قسمت پشت الگو از اینجا استفاده میکنین که اینجا شده بود 40 سانت، شما میارین 40 سانت از اینجا متر میمونه، متر میمونه به طرف بالا، از اینجا برعکس شروع میکنین به اضافه 4 سانت که ایرا بعد ما در قسمت الگو سازی میگم براتون، میگم یا تبدیل کردن الگوی مادر به الگوی کاربردی که هر سایز چگونه روی خط بلندی اضافه میشه. پس فرمول پیش کار از روی پشت کار گرفته میشه فقط به اضافه 4 سانت میشه. و در قسمت یخن پیش کار شما هر چقدر در قسمت پشت گرفته بودین فقط منها میکنن که اینجا بعد اسمه، بعد دوباره هر چقدر اینجا شده بود به اضافه 1-2 سانت میکنن گردی یقه شکل میده. و اندازه دیگه که فرمولا تقریبا تمام شده، دیگه فرمول نداره. دیگه یک فرمول دیگه که دوستا خب توضیح بدم چون ادامهش ایسته که شما دو تا کمان دارین، یک کمان اینجا است که شما اینجا رو در قسمت الگو کشی براتون حتما میگم در ویدیوی بعدی. شما اینجا چگونه خط کف کارو رو تا کدام قسمت بالا میارین باید دو سانت از اینجا کم بکنین. و یک فرمول دیگه که اینجا داره برای کمان زدن حلقه آسین پیش کار، شما یک بیستم دور سینه رو میگیرین که 92 میشه 4 سانت و 6 میل از اینجا علامت میزنین روی خط کمان که حلقه آسینتون شکل میگیرن. دوستا تمام فرمولایی که برای قسمت بالاتنه در متد مولر بود براتون گفتم، شما قبل از اینکه الگو رو بخواین روی کاغذ خط بکشین باید روی یک ورق کاغذ تمام اندازه رو به دست برین و بعد از این کاغذ باید دم دستتون باشه که از روی از او بتون روی کاغذ توسط فرمولا بتون یک الگوی خوب داشته باشین. دوستای عزیز که من زیاد فرمولا رو روی چیز الگو ننوشتم که شما ببینین، عملا نشان دادم که قسمی خوبتر متوجه میشین. دوستان عزیز اگر تا قسمت ویدیو ما رو دنبال میکنن لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنن و لایک کنن. لایک زدن شما باعث میشه که ویدیوهای ما در معرض دید بیشتر از مردم قرار بگیره. و در ضمن زنگوله رو بزنین تا از اول ویدیویی که ما نشر میکنیم شما آگاه شوین. دوستان عزیز انشالله ویدیوی بعدی با هم میایم بر اساس همین اندازه‌ای که گفتم، فرمولایی که براتون گفتم و روی صفحه براتون روی مانیتور میه، شما این رو تمرین کنین، یاد بگیرین که انشالله در ویدیوی بعدی ما بیایم عملا الگو کشی رو شروع بکنیم که تا چی اندازه شما متوجه میشید که ما میتونم از یه فرمول تبدیل به یک الگو شوه که باید یه اندازه رو داشته باشیم. اندازه بسیار دقیق و خوبی است شما اگر یاد بگیرین، مخصوصا در قسمت لباس های مجلسی الگوی مولر الگوی خیلی خوب از کار در میاد. دوستان عزیز تا جلسه بعد خدا نگهدار.